سلام، سپیده قلیان هستم، دانشجوی معترضی که 27 آبان ماه تو هفت‌تپه بازداشت شدم. توی این ویدیو میخوام خیلی سریع اتفاقات 31 روز بازداشت و بعد از بازداشتم رو از 27 آبان ماه رو به مردم توضیح بدم. 27 آبان ماه من تو اتوبوس کارگرای هفت‌تپه بازداشت شدم. قبل از اون قرار بود با کارگرا یه جلسه ای رو توی فرمانداری ترتیب بدن، یعنی کارگرا قرار بود با فرمانداری یه جلسه ای داشته باشن که مشکلشون رو رفع کنه و صحبت کرده بودن. قرار بود من به عنوان کسی که فیلم میگیرم و عکس تهیه میکنم و خبرنگار آزاد هستم به اصطلاح برای کارگرها، اونجا برم داخل یه سری فیلم و عکس تهیه کنم که اگر کارگرها هم از جلسه ما یه سری فیلم و عکس داشته باشیم، هم اگر اتفاقی افتاد بیرون کارگرای دیگه مطلع بشن. جلسه لغو شد به دلایلی که من آگاه نیستم. جلسه برگزار نشد. اومدن گفتن که بیاید سوار یه ماشین دیگه شما رو و 5 نماینده دیگر رو منتقل میکنیم یه جای دیگه، جلسه برگزار میشه و اونجا که جلسه برگزار شد دوباره براتون میگردونیم. که این با کارگران موافقت نکردن و گفتن به هیچ عنوان ما فقط و فقط در به فرمانداری جلسه رو برگزار میکنیم، داخل فرمانداری جلسه رو برگزار میکنیم. بعد از راهپیمایی که توی خیابون کارگرها داشتن که کاملا مسالمت آمیز بود، من به خواست کارگرها برای اینکه امنیتم حفظ بشه داخل اتوبوس کارگرها میخواستم داخل اتوبوس کارگرها برم سمت خونه، که بعد از اون یه مقداری از مسیری که گذشت هلوهوش 600 یا بیشتر مأمور و لباس شخصی جلوی ماشین رو گرفتن. اول صحبت کردن، گفتن که فقط ما اون دختری که داخل ماشین هست رو فقط میخوایم، با کارگرها کاری نداریم. وقتی که کارگرها ممانعت کردن نذاشتن من برم، خب دو تا از کارگرها به اسم آقای مسلم آرمند و اسماعیل بخشی با من اومدن و گفتن که هر جا که خواهر ما بره ما هم میایم. وقتی که ما رو منتقل کردن فرماندهی اطلاعات، اگر اشتباه نکنم آقای بهمنی نامی اونجا بود، رئیس اونجا بود، که با ضرب و شتم وارد شدیم. کیف من رو جوری از دستم کشیدن و بردن که شونم اصلا تا چند روز فکر میکردم شونم شکسته شده. بعد ضرباتی به سینه من وارد کردن و سعی کردن با فحاشی منو ساکت کنن که اسماعیل بخشی منو سعی کرد من رو نجات بده از زیر دست و پای مامورها. اونو به شدت زدن، اونقدر ضرب و شتم شدید بود که با چشم‌بند و دستبند زدنش و تا فضا آروم بشه. حتی چون که یک نکته‌ای که می‌خواستم بگم، به خاطر اینکه اسماعیل بخشی از 2-3 ماه قبل در کارخونه دام یه آتش سوزی شده بود و اونجا ریه‌هاش آسیب دیده بودن، من التماس می‌کردم، گفتم نفسش گرفته، اجازه بدین اسپری‌شو بیارن. اونها موافقت نمی‌کردن. بعد از آروم شدن فضای اونجا توی فرماندهی اطلاعات، آقای بهمنی گفتن که بیاین داخل اتاق من. صحبت کردیم با هم دیگه، اسمای ما رو وارد کردن. بعد گفتن 2 نفر دیگه از کارگرها هم باید باشن. آقای خنیفر و سید حسن فاضلی رو هم صدا کردن و گفتن که الان 5 نفر شما رو منتقل میکنیم پلیس امنیت و اونجا جلسه برگزار میشه. جلسه یه قرار بود برگزار بشه، اونجا برگزار میشه. خب ما موافقت کردیم. بعد از صحبت کردن دوباره یک مأمور لباس شخصی اومد به من فحاشی کرد، قصدش منو بزنه. باز هم آقای بخشی و آقای آرمند دخالت کرد. آقای بخشی رو تا سرحد مرگ کتک زدن اونجا. بعد سوار ماشین ما رو کردن بردن پلیس امنیت و ستاد خبری، دقیقا نمیدونم. آقای صادقی نامی اونجا اومد منو تهدید جانی کرد، گفتش که اگر اینجا صحبت نکنی برادرت رو میارم اینجا، چون میدونم خانواده سنتی دارین، اینجا سرت رو میبره، ما میتونیم راحت یه کاری کنیم که همینجا سرت رو ببره و به کرده و نکرده خودت اعتراف کنی. بعد هم فحاشی جنسی خیلی بدی به من کرد، تهمت‌های ناروایی به من زد در حضور دادستان، حتی دادستان شعبه اول دادیاری شوش. اونجا خیلی خیلی تهمت‌های بدی به من زدن. بعد هم پیش قاضی کشیک رفتیم و تفهیم اتهام شدیم. زمانی که توی مسیر منو میبردن به سمت اتاقی که قاضی نوری اونجا باشه و تفهیم اتهام بشم، صدای کتک خوردن آقای بخشی رو از توی اتاق میشنیدم که به شدت تا سرحد مرگ کتکش میزنه. دادش بالا میشد که من یه کارگرم، دنده هامو شکستین. بعد از اون که تفهیم اتهام شدیم، سوار ماشین شدیم با چشم‌بند، دستبند، پابند، همگی سوار ماشین شدیم. من، آقای مسلم آرمند و محمد خنیفر توی یه صندلی بزرگ بود، فکر کنم ون بود ماشین، چون ما ماشین رو ندیدیم، پیش هم بودیم. آقای اسماعیل بخشی جلوتر، آقای سید حسن فاضلی. به محض اینکه شروع کردیم، بدون اینکه درگیری صورت بگیره، بدون اینکه یک کلام ما حرف بزنیم، به محض اینکه یه مقدار از پلیس امنیت یا ستاد خبری اگه اشتباه نکنم فاصله گرفتیم، اونجا ضرب و شتم به شدت شروع شد.
میزدن تا سرحد مرگ با باتون با شوکر آقای بخشی رو خیلی شدید. بعد هم باتون رو میگرفتن میزدن توی گردن من و میگفتن و با فحاشیه خیلی بد، تهمتای خیلی بد ما رو وادار میکردن به خودمون فحش بدیم، بلخص آقای بخشی رو، به طوری که من اصلا فکر میکردم که مثلا میگفتش که من نفسم بریده، نفسم بالا نمیاد، میگفت با دستت ریهاتو نشون بده، بعد تق تق با باتون میزدن یا شوکر میزدن به بیزه هاش، به گلوش. یعنی خیلی وضع خیلی وحشتناک، فضای خیلی بدی بود. بعد هم دو تا باتون میزدن توی گردن و کمر من و میگفتن و با فحاشیای خیلی بد. و میگم که اصلا ما اصلا در توانم در یعنی در توان من نیست الان توضیح بدم چه فحاشیایی میکردن، ما رو وادار میکردن چه فحشایی به خودمون بدیم. هم بالاخص آقای بخشی، به طوری که من اصلا نفسش گرفته و نفسش بالا نمیومد، من فکر کردم که مرده. بعد از اینکه ما را از ماشین میخواستن پیاده کنن، اول آقای آرمند و آقای خنیفر رو پیاده کردن بردن، بعدش منو من از زیر چشمند خونی که روی زمین جاری شد و آقای بخشو میدم که روی دست میکشیدنش روی زمین با باتون میزدن توی کمرش و میبردنش و میگفتن هیچ چیت نیست داری ادا در میاری، این صحنه رو دیدم. بعد دوباره به من حمله کردن، بعد از یه ضرب و شتم دیگه ای منو منتقل کردن به لباس عوض کردنم، منتقلم کردن به سلولم. از اون روز شکنجه های روانی شروع شد، درگیری فیزیکی زیادی هم داشتم توی اتاقای بازجویی، کتک های شدیدی میخوردم، اتاقم جفت اتاق شکنجه بود، یعنی تا صبح صدای شکنجه نمیذاشت آروم بگیرم. جایی که ما رو بردن بازداشتگاه داعشی ها بود، یعنی از صداهای بازجویی مشخص بود دیگه، مثلا میگفتن که بگو کی تو رو وهابی کرده، کی داعش رو به تو معرفی کرده، خودشون هم میگفتن جایی که شما رو آوردین بازداشتگاه داعشی است، کسایی که توی تروریستی و یک شهریور بودن اینجا هستن و شما برای ما با اونا هیچ فرق نداری، تازه ما خطر شما رو بیشتر احساس میکنیم. بازجویی ها شروع شد، از ساعت 10 صبح من میرفتم تا پاسی از نیمه شب، یعنی بعد از ساعت خاموشی من می اومدم. بعدها متوجه شدم ساعت خاموشی مثلا حدود 11 و نیم ایناست، مثلا من شاید ساعت 2 می اومدم، به طوری که اصلا گردنم انگار شکسته بود، درست نمیتونستم راه برم، به شدت لاغر شده بودم، اصلا نمیتونستم غذا بخورم روزای اول از شدت ترس و وحشتی که داشتم که فکر میکردم آقای بخشی فوت کرده. بازجوی روزای اول با کابل بود، از ما به زور کابل اعتراف گرفتن که ما برانداز هستیم، ما قصد مصادره کردن جنبش کارگری رو داشتیم، که در حالی که واقعا اینجوری نبود، من یه دانشجوی ساده بودم، هیچ مدرکی ندارم بابت اینکه من به جای وصل بودم. اینکه مثلا ما توی توییتر یا توی فیسبوک یه سری از کسا دوستایی داریم خارج از کشور هستن، هیچ سند و مدرکی نیست دالبر اینکه ما همکاری با اینها داشتیم و با اینها یه کاری انجام دادیم. اعتراضات کارگرای هفت‌تپه اونقدر وسیع بود که اصلا نیاز به ما نبود، من به عنوان یه دانشجو فقط رفتم همراهی کردم و سعی کردم که کمک کنم به خاطر شرایطی که داشتم و به خاطر نزدیکیم به هفت تپه. بعد از اون بازجویی ها با تهمت های ناروای جنسی شروع شد، تهدیدهای خیلی شدیدی که خانوادتو میاری اینجا کتکت میزنن، با چاقو دمه درن، نمیدونم تو مریضی اعصاب داری، تو خودکشی کردی یک بار، در حالی که من هیچ وقت حتی یک قرص مسکن هم مصرف نمی کردم، میخواستم به من بقبولونم که من مریض هستم. یا مثلا آقای بخشی اعتیاد به شیشه داره، بعد کتک ها خیلی شدید شده بود، مرتب اعترافات خیلی بد میگرفتن، یه جای اینقدر کتک ها و فشار شدید بود، سه تا بازجو بالای سر من بود که من برگشتم گفتم اصلا شما بنویسید من امضا میکنم و واقعا نمیدونستم اینها دنبال چی هستن. و میگم که با کابل، با پسگردنی، با زدن زیر صندلی پرت کردن، که من یه جایی اصلا احساس میکردم که دقیقا من دارم فیلم بازجوی سعید امامی، زن سعید امامی رو دارم میبینم، اینقدر وحشتناک. و به خودشون هم گفتم من هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر شما ظالم باشید، یعنی هرگز همچین فکر نمیکردم، تا این حد فکر نمیکردم ظالم باشید. مثلا بازجوی دسپول داشتم آقای کلامی نامی، روز سوم سال 95 که بازجوی شده بودم، روز سوم بازداشتم یه اومد خودش رو به من معرفی کرد، گفت یادت من خیلی کمک کردم به تو و باعث شدم که سر اون پرونده زندان نری، هیچ کاری نکنی، ولی تو همچنان به راه خودت ادامه دادی و این صحبت ها. نمیدونم یه زندانی داعشی آورد 3 متر هیکل به 3 متر قد و با یه ظاهر وحشتناک، گفت نگاه کن الان ما اینو نشونت بینم، اینجا جای این هاست و ما تو رو پیش اینها گذاشتیم. توی دوران خیلی ترسیده بودم، به طوری که اصلا من احساس میکردم که هر دفعه در سلولمو میزدن احساس میکردم الان زندانی داعشی میان پیش من، آقایون حالا خانم ها بمانند. توی مدتی که بازداشت بودم مرتب اذیتم میکردن،
میگم تهمت های ناروای جنسی، من به خاطر رنگ موم هم اونجا اعتراف پس دادم که چرا رنگیه، با اینکه من همیشه لباس های رنگی میپوشم، بهشون هم گفته بودم ولی بیفایده بود. کتاب هایی که از من برده بودن سند و مدرکی شد برای اینکه من کمونیست هستم، ولی کمونیست بودم کجای قانون اساسی جرم درسانی اگر هم باشه؟ مگه این کتاب ها همه مجوز داشتم؟ من هیچ کتاب غیر قانونی تو خونه نداشتم. و اینکه چرا واقعا باید من در طول بازداشتم کتک بخورم و بگم و مجبورم کنم بگم دین ندارم؟ ما رو مجبور میکردن بگیم دین نداریم که من زیر بار این قضیه حداقل نرفتم. خب ما سر یه نهار خوردن ساده با دوستامون صفحه بازجویی پس دادیم، همه چیزا رو سیاسی کردن، ربطش دادن به براندازی، فیلمای اعتراف به زور از ما گرفتن، گفتن اینا رو برای قاضی میخوایم، فیلمای اعتراف خیلی خیلی بدی از ما گرفتن، همشون هم به زور اجبار با کتک بود. هیچ کدومشون، یعنی من هیچ کدومشون رو قبول ندارم، هیچ مدرکی نداشتم. الان چیزی که میخوام، شکنجه ها بعد از آزاد شدن من هم تمام نشد، به طوری که من رفتم به دادستان هم گفتم میخوام وثیقه رو برداریم برگردم زندان، بس که اینها شرایط روانی رو برای خانواده من خراب کرده بودن. برادر و پدر طفلی من حتی دچار جنون شده بودن یه جاهایی از حرفایی که آقای صادقی و آقای بهمنی بین کارگرا رسید زده بود و به گوش خانواده من رسیده بود. الان نمیدونم زمانی که این فیلم منتشر میشه من کجا هستم و در چه حالی هم، ولی میخوام بگم که من تنها خواستم اینه که دادگاه علنی برگزار بشه با حضور آزاد رسانه. اگر مدرکی هست بیارن منتشر کنم و بگن طبق این مدارک من چه کردم، چطور منو برانداز جلوه دادی، چطور این اعتراف ها چگونه گرفته شده. من حاضرم برای دادگاه علنی و اینکه ممنونم از همه.